سومین روز آذر ماه برابر با 24 نوامبر سال 1243 خورشیدی برابر با 1864 میلادی، زادروز هانری لوترک نقاش معروف فرانسوی که فرزند ناقص العضو یک اشرافزاده صاحب نفوذ بود و عمر خود را در راه نقاشی سپری کرد. لوترک در 14 سالگی بر اثر سقوط از اسب دچار آسیب دیدگی شد و علاوه بر آن بر اثر نوعی بیماری ارثی هرگز رشد طبیعی نکرد. این وضعیت اگرچه سبب کنارگیری او از محیط رسمی اشراف شد، اما به او فرصت تفکر و مکاشفه در احوال انسانی را داد. از این رو شخصا به کار پرداخت و با الهام از بزرگان نقاشی هنر خود را نیروی لایزال بخشید. از آن زمان بود که لوترک پس از سالها ناکامی توانست محیطی را که با روح عجیب او سازگار بود بیابد. در آثار وی که بیشتر مضامین اجتماعی دارند، پوسته ظاهری و فریبنده زندگانی روزمره مردم شکافته شده و حقایق پنهان را آشکار نموده است. لوترک به عنوان یک گرافیست نخستین پوستر نوین را عرضه کرد و سپس با استفاده از لیتوگرافی رنگی هنر را با گرافیک پیوند داد. او به علت بیماری در بیمارستان بستری شد و به گفته خودش چون کارش متوقف شده بود احساس زنده بودن نمی کرد، اما در اوج بیماری نیز از کار طراحی دست بر نداشت. لوترک اگرچه از لحاظ ظاهری هیکلی نامتناسب و قدی کوتاه داشت، اما هنرمندی سرشار از قریحه بود. نکته قابل توجه در آثار او این است که نحوه کارش چه در هوای آزاد و چه در فضای سربسته آتلیه کاملا یکسان است و تابش نور در سرنوشت آفریده های نقاش هیچ گونه نقشی را بازی نمی کند. سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، آغاز انتشار روزنامه مجلس در تهران. پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و ازدیاد قدرت روحانیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار، فرمانی مبنی بر تأسیس و انتشار روزنامه‌ای به نام مجلس صادر شد. در این میان صریحاً امر داده شده بود که دولت حق سانسور مندرجات روزنامه را ندارد. این روزنامه یکی از روزنامه‌های معتبر و پرمطلب دوران مشروطیت به شمار می‌رود. روزنامه مجلس که به صورت خبری، سیاسی و اجتماعی در 8 صفحه با چاپ سربی هفته 4 شماره منتشر می‌شد، علاوه بر درج خبر داخلی و خارجی، کلیه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران را منعکس می‌کرد. سردبیری این روزنامه بر عهده ادیب الممالک فراهانی از ادبا، شعرا و نویسندگان مشهور آن زمان بود. سال 1387 خورشیدی برابر با 2008 میلادی، در گذشت احمد آقالو، بازیگر توانای ایران که در قزوین به دنیا آمد و از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر فارغ التحصیل گردید. آقالو فعالیت حرفه‌ای خود در تئاتر را از دهه 50 آغاز کرد و به سرعت به یکی از چهره‌های تأثیرگذار و محبوب در عرصه تئاتر تبدیل شد.